سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان. طالبان در برخی از مناطق تحت اداره خود است. مردم پول مصارف برق را جمع‌آوری می‌کنند. ریاست برق افغانستان با ابراز این مطلب می‌گوید طالبان بل‌های ویژه‌ای از صرفه برق را ساخته و در اخیر هر ماه به مردم برای تحویل مصارف برق ارسال می‌کنند. اینکه این آغاز از سوی طالبان از دید برخی ها نگران کننده است، اما مسئولان ریاست برق میگویند این نگران کننده نیست چون طالبان عواید اندکی از این طریق به دست می آورند. بازار پهپادهای حرفه‌ای غیر نظامی به یکی از بازارهای پر رونق در اروپا مبدل شده است، بخشی که فرصت‌های فوق‌العاده برای کارآفرینان فراهم کرده و دارای ظرفیت ایجاد ده‌ها هزار شغل شده است. به گفته کارشناسان، بازار پهپادها ظرفیت گسترش و شکوفایی زیادی در سال‌های آینده خواهد داشت. تنها ظرف 10 سال آینده حجم گردش مالی در بازار جهانی پهپادها 15 میلیارد دلار تخمین زده شده است. وزارت احیا و انکشاف دهات امروز 300 خانه جدید را به ارزش 170 میلیون افغانی در بوریکاب قره‌باغ برای مهاجرین امضا نمود. وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید هزینه این شرک از طرف اداره انکشاف ملل متحد تمویل می شود. و برای بحث بیشتر اکبر رستمی سخنگوی وزارت انکشاف دهات اینجا با ما هستند و آقای رستمی خیلی هم خوش آمدید. تشکر. زنده باشین. آقای رستمی، کار این شرک میشه بر ما بگوین که از چه زمان شما آغاز کرده بودین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، همکاران تکنیکی آریانا نیوز و بینندگان محترم. قسمی که شما اشاره کردین، البته شهرک الاسخان در منطقه بارکاب ولایت قره‌باغ کار ازی در سال 2006 با حمایت مالی در انکشافی ملل متحد و کشور استرالیا آغاز شد. در اون زمان 1025 خانه یا منزل مسکونی برای مهاجرین و عودت کنندگان ساخته شد و یه شهرک های وزارت امور مهاجرین به شمار میره، ولی پس از اینکه شهرک ساخته شد، ارزیابی ها و بررسی های وزارت احیا و انکشاف دهات و خواست هایی که مردم داشت، تامین آب آشامیدنی و تامین برق در شهرک بود، یعنی در گام اول. علاقمندی مردم طی سالهای گذشته برای زیستن در این شهرک کاهش یافت، به دلیلی که اصلا آب آشامیدنی در اینجا وجود نداشت. خوشبختانه وزارت احیا و انکشاف دهات در سال 2012 کار ساخت یک شبکه آبرسانی را در این شهرک آغاز کرد و در حال حاضر آب آشامیدنی باشندگان منطقه بارکاب کلن تامین شده. در این زمان وزارت انکشاف دهات 328 پنل سولر را بر مردم توزیع کرد. در حال حاضر هم برق مردم هم در این شهرک تامین است، اما به هر حال نگرانی های وجود داشت در این شهرک که نگرانی ها با تامین برق و تامین آب آشامیدنیشان برطرف شد و نیازهای دیگری هم در این شهرک وجود داشت. با توجه به اینکه در ولسوالی موقعیت داره، در یک قریه موقعیت داره، وزارت احیا و انکشاف دهات خود را مکلف و مسئول میدانه که پروژه انکشافی را در این شهرک، نه تنها در این شهرک، در دیگر شهرک ها هم در قریه هایی که در ولایت ها موقعیت دارن خدمات انکشافی را عرضه بکنه. به همین لحاظ وزارت به تازگی قرار است 300 منزل مسکونی را یا ساختمان فرعی را که شامل آشپزخانه یا موچوب خانه، در این زمان تشناب های صحی است، در این زمان بالاتر از 4300 متر دیوار یا حاته برای خانه های مسکونی که در شهرک وجود داره قرار است به ارزش قسمی که شما اشاره کردین 170 بالاتر از 170 میلیون بسازه. ای با همکاری اداره انکشافی ملل متحد و کشور استرالیا این پروژه هنوز هم تطبیق میشه. در این زمان 6 پروژه برای توانمندسازی زنان در این شهرک آغاز شد که تقویت صنایع دستی، صنایع محلی است، تا هم برای زنان در زنانی که در شهرک زندگی میکنه شغل ایجاد شوه و در این زمان اقتصاد فامیل هایی که در این شهرک زندگی میکنه تقویت شوه و مردم تشویق شوه که
در شهرک زندگی بکنه و ادامه زندگی خود در میجا سپری بکنه. خوشبختانه این پروژه ها روی دست گرفته شده. در حال حاضر شهرک خصوصا با تطبیق از این پروژه جدید و یک شهرک تمام عیار و شهرک که تمام خدمات اساسی بر مردم تامین میشه، عرضه میشه. آقای رستمی، این شهرک برای چه نوع مهاجرین است؟ مهاجرین که تازه از کشور بیرون برگشتن؟ بیشتر مسائل کسایی که در اینجا زندگی میکنن، مهاجرین یا عودت کنندگان، مربوط وزارت محترم مهاجرین است که اونا شهرک های مختلف در سراسر افغانستان داره، ولی تطبیق پروژه های انکشافی و تامین اولویت ها و خدماتی که مردم نیاز داره مربوط به انکشاف دهات است که انکشاف دهات همی پروژه ها را در این شهرک عرضه میکنه. طبعا مهاجرین هستن و عودت کنندگان هستن کسایی که ما متاسفانه بیشترین مهاجرین را در کشورهای، نه تنها در کشورهای همسایه، در کشورهای اروپایی هم داریم و طبعا مهاجرینی که است شاید بیشتر از کشورهای ایران و پاکستان باشه. آیا این شهرک ها کافی است برای مهاجرینی که برمیگردن یا برگشتن؟ خب این باز هم مربوط به یعنی ساحه کاری وزارت احیا و انکشاف دهات نیست. خب به منظور هماهنگی بیشتر بین حکومت، بین وزارت خانه ها، شهرکی که وزارت محترم مهاجرین می سازه، انکشاف دهات هم هماهنگی و قوت نشون میده که پروژه انکشاف دهات. آقای رستمی، در این اثر چقدر وزارت شهرسازی و وزارت مهاجرین با شما سهیم هستن یا هماهنگ دارن؟ در دهات افغانستان بیشتر وزارت احیا و انکشاف دهات هماهنگ و همسو با وزارت مهاجرین بوده در یک تعداد از شهرک ها. خب طبعا در شهرها وزارت شهرسازی است چون ساحه کاریشان است. باز هم چقدر امکانات است در این شهرک بر نسبت به گذشته؟ در حال حاضر امکانات بیشتر شده؟ در حال حاضر امکانات اساسی مردم تامین شده، به دلیلی که من قبلا هم اشاره کردم زمانی که شهرک در این فیز اول شهرک تکمیل شد، مردم با آب آشامیدنی نیاز داشتن، به دلیل کمبود و حتی نبود آب آشامیدنی در برخی از مناطق مردم علاقمندیشون کمتر شد، شهرک را ترک میکردن. انکشاف دهات یک از بزرگترین شبکه آبرسانی را در اینجا تطبیق کرد. در حال حاضر آب 24 ساعته مردم تامین شده و مسئله برقشان هم رفع شده، پروژه های توانمندسازی برای خانم ها در نظر گرفته شده و در عین زمان منازل یا ساختمان های فرعی هم برای کسایی که در اینجا زیست میکنه، شامل تشناب و آشپزخانه و چوبخانه و حتی دیوارهای احاطه ساختمانهایشان هم ما در نظر گرفتیم که قرار است این پروژه عملا تای زمین ما آغاز شده و تا آخر سال مالی، یعنی تا 5 ماه آینده این پروژه تکمیل میشه. این شهرک تنها در کابل ساخته میشه یا در ولایت هم مد نظر؟ خوبی شهرک یک نمونه است که در کابل اداره انکشافی ملل متحد با کمک مالی کشور استرالیایی را در نظر گرفت، ولی تطبیق کننده از وزارت احیا و انکشاف دهات است که خوشبختانه همین برنامه را روی دست گرفته و مرحله اول از هم تطبیق شده و مرحله دوم هم انشاءالله تا آخر سال تکمیل میشه. خیلی خوب، وزارت احیا و انکشاف دهات بیشتر روی پروژه کار میکنن یا کارهایی را میکنن که بیشتر مربوط دیگر وزارت خانه ها میشه، دلیل در چه هست؟ نه او به او شکل هم نیست که مربوط دیگر وزارت خانه است. شما فکر کنین وقتی که نام وزارت، وزارت احیا و انکشاف دهات است، یعنی هر پروژه‌ای که در دهات افغانستان مربوط میشه، پروژه خرد، پروژه متوسط، تمام پروژه های زیربنایی که در دهات تطبیق میشه به نحو انکشاف دهات دخیل است. دهات افغانستان تنها به یک پروژه، یعنی مثلا آقای رستمی، اینجا نقش انکشاف دهات بیشتر دیده میشه، چرا اون ادارات دیگر که مربوط است اونها کمتر توجه میکنن؟ نه، تمام ادارات توجه داره. شما فکر کنین که در دهات افغانستان نیاز اولیه‌شان در شرایط کنونی کلینیک هاست، مکتب هاست، وزارت خانه محترم معارف، صحت عامه در این راستا کارهای خود میکنه، یا مسائل زراعت، وزارت محترم زراعت است. ولی در عین زمان وزارت انکشاف دهات هم با توجه به نیازهایی که مردم داره و امکاناتی که در اختیار داره، پروژه های سرکسازی، پروژه های آبیاری، پروژه های معیشت، انکشاف محل، صحت، تعلیم و تربیت، تهیه آب آشامیدنی را در دهات عرضه میکنه که در این راستا هم بیشترین پروژه را در دهات افغانستان تطبیق کرده و مردم نیاز داره به خدمات اساسی و این خدمات اساسی را در نه تنها انکشاف دهات، در کل حکومت مکلفیت داره و مسئولیت داره که عرضه بکنه. به همین خاطر پروگرام جدیدی که قرار است در اکتبر تحت نام میثاق شهروندی تطبیق شود و جاگزین چندین برنامه دیگر شود، این هماهنگی ها را بین حکومت در کل و خصوصا بین وزارت خانه سکتوری بیشتر ساخته. اولین برنامه بین وزارتی همین برنامه میثاق شهروندی است که
وزارت احیای انکشاف دهات در داخل است، وزارت صحت عامه، وزارت معارف، وزارت مالیه، وزارت زراعت و مالداری و اداره ارگان‌های محل. اینا وزارتخانه‌ای هستند که در این برنامه داخل هستند و پروگرام های خود از طریق میثاق شهروندی در دهات تطبیق میکنه. این نشان دهنده قوت حکومت، هماهنگی بیشتر بین حکومت و رسانیدن خدمات اساسی بر مردم است که انشاءالله با آغاز این برنامه هماهنگی ها بیشتر منسجم و در این زمان تقویت میشه و خدمات اساسی در دهات بر مردم تامین میشه. وزارت احیا و انکشاف دهات چگونه تصمیم گرفت که همچین یک برنامه را به نام میثاق شهروندی رو یاد خب دست اگر شما ما به گذشته برنامه ها رجوع بکنیم، در حال حاضر هم 5 برنامه ملی در وزارت احیا و انکشاف دهات وجود داره: برنامه ملی آبرسانی، برنامه ملی راهسازی روستایی، برنامه همبستگی ملی، برنامه انسجام صحوی، برنامه انکشاف صنایع روستایی و جدیدن برنامه انرژی پایدار برای توسعه دهات افغانستان طرح شده. در گذشته برنامه انکشاف منطقه‌ای هم وجود داشت. بنابراین برنامه همبستگی ملی طی سالهای گذشته در هر قریه 1 الی 3 پروژه را تطبیق کرده و یگانه برنامه‌ای است که در دورترین نقطه افغانستان، در دورترین قریه افغانستان پروژه انکشافی خود تطبیق کرده و خدمات مورد نیاز مردم تامین کرده. و این برنامه هم خوشبختانه در سال 2002 زمانی که رئیس جمهور وزیر مالیه بودی برنامه را طرح کرد، از ایده ها و مفکرای رئیس جمهور است که چنین برنامه‌ای را بنیانگذاری کردند تا نیازهای دهات برآورده شود، به دلیلی که امی پروژه ها در دهات افغانستان بقا داشته باشد، تداوم داشته باشد، خدمات اساسی مردم برآورده شود. باز هم رئیس جمهور حدود 1.5 سال قبل یک طرح جدید را با همکاری وزارتخانه‌های مختلف روی دست گرفت تحت نام میثاق شهروندی، که میثاق شهروندی هم از ایده ها و مفکرهای رئیس جمهور است. و ای پس از او وزارتخانه های مختلف داری که داخل بودن، متخصصین افغان، کارمندای وزارت احیا و انکشاف دهات و دیگر وزارتخانه روی طرح و دیزاین زی برنامه کار کردند. خوشبختانه در حال حاضر هم این دیزاین زی برنامه نهایی شده و قرار است در اکتبر رسما این برنامه تطبیق آغاز شود. برای 10 سال پلان شده، در مرحله اول 4 ساله در بر میگیره، 12,000 قریه های افغانستان مورد پوشش از این برنامه قرار میگیره. به این معناست که این برنامه میثاق شهروندی یک قرارداد دو طرفه بین حکومت و ملت است. ملت هم یک سلسله مسئولیت هایی را در قبال از این برنامه داره و حکومت هم یک سلسله مسئولیت های خود داره و حکومت با توجه به از این برنامه خدمات تعریف شده را بر مردم ارائه میکنه که خدمات اساسی صحی است، خدمات اساسی تعلیم و تربیه است، وصل ساختن قریه ها با مارکت ها از طریق ساخت سرک هاست، ترویج تکنولوژی های زراعتی در دهات افغانستان، تهیه آب آشامیدنی، حفظ صحیح محیطی، کنترل سیلاب ها، مدیریت آب، در این زمان تامین برق یا انرژی های پایدار در دهات افغانستان. این 6 خدمات اساسی قرار است از طریق برنامه میثاق شهروندی در دهات افغانستان تامین شود که وزارتخانه های مختلف در اینجا داخل بود. حال به قول شما چرا این برنامه طرح شده و چرا وزارت احیا و انکشاف دهات چنین طرح را روی دست گرفته؟ نه تنها انکشاف دهات، بل وزارتخانه های مختلف سکتوری در این داخل است به منظور تداوم تطبیق پروژه ها در دهات افغانستان و رسانیدن خدمات اساسی بر مردم در دهات چنین برنامه ای را طرح شده تا در آینده ما با تطبیق پروژه های مختلف در دهات افغانستان شاهد یک دهات خودکفا باشیم، شاهد توسعه و پیشرفت دهات افغانستان باشیم و در این زمان نیازهای اولیه و نیازهای اساسی مردم در دهات افغانستان با آغاز این برنامه برآورده شود. پروژه های سرک سازی در حال حاضر در چه وضع هست و شما پلان های جدید در این رابطه چه دارین روی دست؟ خوشبختانه در حال حاضر کار ساخت سرک ها در 34 ولایت افغانستان به شکل عادیش ادامه داره. هفته گذشته چندین قرارداد توسط وزیر احیا و انکشاف دهات به امضا رسید. قرار است هفته آینده هم چندین قرارداد سرک سازی در توسط وزارت احیا و انکشاف دهات به امضا برسند. امروز هم کنفرانس خبری که ما در مرکز رسانه های حکومت با وزارت سخنگوی وزارت فاید آمد داشتیم، قرار است وزارت انکشاف دهات هفته آینده رسما کار ساخت مرحله اول سرک لعل و سرجنگل ولایت غور آغاز بکنه، با توجه به اینکه ولایت غور از جمله ولایت های محروم است و کمتر پروژه انکشافی تطبیق شده. این سرک نوید خوب و مژده خوب برای ولایت غور بخصوص مردم لعل و سرجنگل است. با تکمیل از این سرک 46 کیلومتر در مرحله اول به ارزش 163 میلیون در بر میگیره.
مردم لعل و سرجنگل با هم وصل میشه و در این زمان ولسوالی لعل و سرجنگل با ولسوالی دولتیار و مرکز ولایت غور وصل میشه و با آغاز فیز دوم ازی در سال آینده ولایت بامیان به ولایت غور وصل میشه و مردم از خدمات ترانسپورتی که نیاز اساسیشان بود بهره مند میشه. یعنی نه تنها مسئله ولایت غور، هفته گذشته شما هم گزارش داشتین در سفری که ما به بدخشان داشتیم، سرک حلقوی دروازهای بدخشان به بهره برداری سپرده شد، یکی از مهمترین و پیچیده ترین سرک های حلقوی از سرک بدخشان که به طول 568 کیلومتر در مرز میان جمهوری تاجکستان و جمهوری اسلامی افغانستان در بدخشان افغانستان موقعیت داره. طی سالهای گذشته مردم بسیار با مشکل مواجه بودند، 20 تا 25 روز مسافه پیاده روی خود به مرکز می رسانیدند. در حال حاضر سرک بالاتر از 95% ازی تکمیل شده، اکنون مردم از فاصله 25 روز برای یک روز خود به مرکز فیض آباد می رساند، جدا از اینکه تاثیرات دیگه اقتصادی که داره. به همین لحاظ شما از پروژه سرک سازی یاد کردین، از آغاز سال 1395 تا کنون وزارت خوشبختانه 3165 کیلومتر سرک شامل اسفالت، جغل اندازی، قیریزی، کنکریت در ولایت های مختلف که هم حفظ و مراقبت سرکار شامل میشه تکمیل و بهره برداری سپرده. در حال حاضر هم کار ساخت بالاتر از 2620 کیلومتر سرک که هم شامل حفظ و مراقبت است، هم شامل ساخت سرک جدید است به هزینه بالاتر از 85 میلیون دلار آمریکایی در سراسر کشور در حال جریان است که اکثریت از این پروژه های سرک سازی تا آخر سال مالی تکمیل میشه. بنابراین نه تنها در وزارت احیای انکشاف دهات در راستای تطبیق پروژه های سرک سازی، در هر عرصه ای که پروژه انکشافی خود تطبیق میکنه به شکل عادیش ادامه داره و تلاش ها جریان داره که پروژه ها بیشتر شود تا خدمات اساسی و نیازهای اساسی مردم مرفوع شود. آقای رستمی، در این اواخر تهدیدات امنیتی چقدر تونسته که روی کارهایتان تاثیر منفی بگذاره؟ آیا بوده تهدید؟ خب یک واقعیت است که طبعا تعداد امنیتی یا چالش های امنیتی میتونه تا حد مانع تطبیق پروژه های انکشافی شود، اما به او شکلی نیست که پروژه های انکشافی وزارت احیای و انکشاف دهات برای مدت زیاد متوقف بسازه یا به تعویق بندازه. خب طبعا اگر جنگ های هم وجود داشته یا حملات از سوی نیروهای شجاع امنیتی ما به خاطر پاکسازی مناطق بوده یا برای کوتاه مدت بوده، برای زی نبوده که پروژه ها به شکل دائمیش متوقف شد. وزارت احیای و انکشاف دهات به منظور حفظ جان کارمندان خود و تضمین مسئولیت کارمندان خود پروژه ها را کارایش متوقف ساخته، اما بدون شک در یک تعداد از ولسوالی ها و یک تعداد از ولایت ها شاید پروژه انکشافی کمتر تطبیق شده باشه و دلیل هم می بوده که ناامنی ها باعث شده که پروژه انکشافی کمتر تطبیق شوه. بدون شک چالش در این عرصه، یک از چالش ها مشکلات امنیتی است، ولی یک تفاوت وجود داره که مردم بیشتر همکار است با وزارت احیای و انکشاف دهات، تطبیق کننده پروژه های انکشافی وزارت هستند، بیشترین پروژه توسط مردم تطبیق میشه، نه تنها که تطبیق میشه سهم مالی مردم در پروژه انکشافی داره. به همین خاطر خوشبختانه پروژه های ما به شکل عادیش تطبیق میشه و کمتر با چالش امنیتی مواجه میشه. خب آقای رستمی، در پایان برنامه هستیم و حرفای اگر داشته باشین میخوایم در اخیر باشه. خب حرفای زیادی وجود داره، من مهمترین موردی که من باسم به تکرار اشاره میکنم، همیشه در سفرهایی که وزیر صاحب احیای و انکشاف دهات به ولایت ها داشته گفته که برنامه همبستگی ملی پایان پیدا میکنه و پروژه های انکشافی در دهات توقف مییابه. این به این معنا نیست، با ختم برنامه همبستگی ملی بزرگترین برنامه بین الوزارتی و برنامه به معنای واقعی ملی در سطح کشور آغاز میشه تحت نام برنامه میثاق شهروندی که خدمات اساسی انشالله پس از اکتبر سال جاری در دهات افغانستان عرضه میشه. خیلی سپاس اکبر رستمی، سخنگوی وزارت احیای و انکشاف دهات، از اینکه در زیر بنا تشریف آوردید. شما هم زنده باشین. و بیننده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ شماره از ارزهای خارجی در مقابل پول افغانی در بازار امروزه کابل. یک دلار آمریکایی 67 افغانی با 53 پول، یک یورو 75 افغانی با 50 پول، یک پوند انگلیسی 87 افغانی با 39 پول، در همه مورد 18 افغانی با 31 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی با 2 پول، 1000 کلدار پاکستانی 628 افغانی و 1000 کلدار هندی 1026 افغانی.
و این هم نرخ طلا. یک گرم طلای کویتی 2500 افغانی، یک گرم طلای یلسن گفوری 2450 افغانی، یک گرم طلای بحرینی 2400 افغانی، یک گرم طلای عربی 2400 افغانی، یک گرم طلای ایرانی 2000 افغانی و یک گرم طلای روسی 2000. و این هم نرخ مواد اولیه. یک کیلو شکر 55 افغانی، یک بوری آرد خارجی 1500 افغانی، یک بوری برنج خارجی 1980 افغانی، یک لیتر تیل پتروس 39 افغانی و یک کیلو گاز 37. سپاس از همراهیتان تا این دم، تا فردا، خدا نگهدار.